درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهخانپور هستم. در این چهارشنبه چهارم اسفند 23 فوریه انتشار نسخه اصلاح شده منشور جنبش سبز و تاکید بر حقوق اقلیت‌ها و گفته‌های تازه درباره روش‌های مبارزه با دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی ایران. به خشونت کشیده شدن تجمع مسالمت‌آمیز دانشگاه شیراز همزمان با سومین روز درگذشت حامد نور محمدی دانشجوی دانشگاه و ادامه اعتصاب در دانشگاه هنر در تهران در پی کشته شدن صانع ژاله و توصیه محمود احمدی نژاد به معمر قذافی و رهبران منطقه. حرف ملت‌ها را بشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز در پایان جلسه هیئت دولت به رهبر لیبی و سران کشورهای منطقه توصیه کرد اجازه دهند مردم حرف خود را بزنند و تابع نظر ملت‌ها باشند. احمدی نژاد گفت همه باید به خواست مردم خود تن دهند و در غیر این صورت نتیجه‌شان از قبل مشخص است، چرا که مقاومت در برابر خواسته ملت‌ها نتیجه‌ای نخواهد داشت. لیبی چند روزی صحنه آشوب و خونریزی است و کشورهای منطقه از بحرین تا ایران صحنه تظاهرات اعتراضی پیاپی. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در ویراست دوم منشور جنبش سبز ابراز اطمینان می‌کنند که جنبش سبز به پیروزی خواهد رسید. تمرکز خواست معترضان در ایران و منطقه بر برخورداری از آزادی و حکومت خوب شاخصی است که روش‌های خشونت پرهیز شانس بیشتری برای حرکت منطقه به سوی دموکراسی پدید می‌آورد. علت تفاوت برخورد خشونت‌آمیز حاکمان ایران و لیبی در مقایسه با تونس و مصر در چیست؟ چرا روش‌های اعتراض و تظاهرات در ایران با دیگر کشورهای منطقه متفاوت است؟ خشونت اخلاقی یعنی چه؟ نسخه اصلاح شده منشور جنبش سبز در این مقطع برای معترضان چه پیامی در بر دارد؟ اینها پرسش‌های افق و این تخت سیاه هم دفتر یادداشت من. به فیسبوک افق برید و در این بحث شرکت کنید. افق بهترین پاسخ به سوال برنامه رو انتخاب و بر روی تخت سیاه منعکس می‌کنه تا همه بهترین پاسخ یا راه حل پیشنهادی شما رو ببینند. اما نگاهی بیاندازیم به شرایط منطقه طی چند هفته گذشته. فرار بن علی و پیروزی انقلاب تونس پس از کمتر از یک ماه تظاهرات، کنارگیری حسنی مبارک پس از 18 روز اعتراضات، تظاهرات همبستگی با مردم تونس و مصر در ایران و دو کشته طی تظاهرات، تظاهرات اول اسفند و تایید کشته شدن یک دانشجو در شیراز، بزرگترین تظاهرات با درخواست تغییر رژیم و آزادی زندانیان سیاسی در منامه در بحرین، عده‌ای بیمار می‌خواهند وقایع تونس و مصر را در لیبی تکرار کنند. معمر قذافی. و شورای امنیت سرکوب معترضان در لیبی را محکوم می‌کند. و مهمانان برنامه امشب آقای دکتر رامین جهانبگلو، استاد علوم سیاسی و فلسفه دانشگاه تورنتو، برنده جایزه صلح سال 2009 سازمان ملل، نویسنده آثار متعددی از جمله ایران و مدرنیته، اندیشه عدم خشونت و گاندی و ریشه های فلسفی عدم خشونت که از تورنتو با ما و شما هستند، و آقای امین بزرگیان، نویسنده و روزنامه نگار، سردبیر روزنامه توقیف شده گلستان ایران، نویسنده مقالات بحث برانگیز در حوزه های اجتماعی و فلسفی که از لیون
فرانسه با ما و شما هستند. به هر دوی شما درود میگیم. به افق خوش آمدید آقای جهانبگلو. اونچه که در ایران و منطقه رخ میده امیدی است که رویکرد خشونت پرهیز کارآمده؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، من فکر میکنم که بله، الان اتفاقی که در خاورمیانه ما میبینیم که افتاده یکی از وقایع بسیار مهمی است که در این میشه گفتش 5 دهه اخیر در جهان اتفاق داره میفته و ما در حقیقت یک تغییر حتی میشه گفت پارادایمی در سیاست خاورمیانه داریم میبینیم که بیشتر کشورهای خاورمیانه و جنبش‌های مدنی مد نظرشون مسئله دموکراسی و حقوق بشر هستش و مسئله امنیت و مسئله بیشتر حکومتی که در اونجا بوده تا حالا داره بیشتر جای خودشون میده به این به نگاه‌های جدید، نگرش‌های جدید و این یک تأثیر به صورت مثل یک سونامی همطور می‌بینیم که یک تأثیر داره به رو تمام کشورها می‌ذاره و به اعتقاد من این به مراکش، به اردن و شاید حتی میشه گفتش که به امرای خلیج فارس و جای دیگه هم خواهد کشید. آقای دکتر، شما تو مقالاتی که در این روزها چاپ شده از شما اشاره میکنید که تأکیدی هست در این جنبش ها بر مسئله آزادی و حکومت خوب، حکومت برخورداری از آزادی و حکومت مناسب. این دو ویژگی از چه جهت اهمیت دارن؟ تأکیدی که این در واقع معترضان و رهبران این اعتراضات بر اون انگشت میگذارن؟ ببینید، تا کنون به ویژه بعد از 11 سپتامبر یکی از بحث‌های خیلی کلیشه‌ای که وجود داشته حتی در میشه گفت رسانه‌های خبری دنیا این بودش که ما با یک اسلامگرایی افراطی طرفیم، ما با یک نوع طالبانیسم طرفیم، ما با بن لادن و القاعده طرفیم و کشورهای خاورمیانه به محضی که و کشورهای مسلمان به محضی که بخوان که تغییراتی درشون صورت بگیره اسلامگرایی تندرو هستن که میان روی کار. الان ما میبینیم که این وضعیت کاملا برعکس بوده و جنبش هایی که در تونس و در مصر به ویژه وجود داشتن به ما عکس اینو نشون دادن و نشون دادن که اولا خشونت پرهیزن، نشون دادن که مسئله کثرت‌گرایی مدنی برای مردم به مراتب مهمتره، نشون دادن که گروه‌های اسلامی نمیتونن اونجا قدرت کامل رو به دست بگیرن و اکثریت رو داشته باشن و مردم براشون بیشتر مسئله آزادی‌های مدنی مهمه و مسئله انتخابات آزاد مهمه و مسئله اینکه رهبران در حقیقت مقتدرشون و اقتدار طلبشون برن مثل بن علی و مبارک. آقای بزرگیان، آقای دکتر جهانبگلو تاکید میکنه انگوش میذاره روی تونس و مصر، ولی خب در شرایطی که ما الان در منطقه میبینیم نمونه مثل لیبی و ایران نمونه هستن که در تضاد به شکلی میشه گفتش با اون چیزی که در دو کشور دیگه رخ داده قابل بررسی هست. شما چگونه نگاه میکنید به مسئله؟ قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، یه نکته خیلی مهمی وجود داره، یک تمایز گذاری باید به نظر من صورت بگیره که ما بعد بتونیم در مورد مبحث خشونت یه درک بهتری داشته باشیم. ببینید، یه تمایزی وجود داره بین ماهیت خشونت و فرم خشونت. در واقع این دوتا یکی نیستن. منظور من از فرم خشونت اشکال خشنه، مثلا خشم بروز یافته یا خشم تبلور یافته یک فرده. در واقع یک تفاوت عمده‌ای هست بین خشونت مردم و خشونت دولت، یعنی خشونت واکنشی مردم و خشونت کنشی و از پیش برنامه ریزی شده دولت. این دوتا کاملا با هم متفاوته و ما این تمایز رو باید کاملا قائل باشیم. با دو تا مثال من سعی میکنم این تمایز رو نشون بدم. ببینید، زنی که در خلال کتک خوردن‌های مداومش از شوهرش اون رو به قتل رسونده، با یه گروه مافیایی که برای پول و برای چیزهای دیگه دست به آدم کشی میزنن کاملا متفاوته. این قتل با اون قتل کاملا متفاوته. ببین، لگد زدن 4 نفر به ماشین پلیس یا سوزاندن سطل آشغال یا گرفتن باتوم از دست گاردیا، اگه ما اسم اینو خشونت بذاریم، اسم رد شدن ماشین پلیس از روی مردم هم خشونت بذاریم، در واقع با این کار ما خشونت رو بی‌معنی کردیم، خشونت رو از معنای خودش تویی کردیم. و وقتی خشونت رو از معنای خودش تویی بکنی، دیگه امکان این که خشونت پرهیزی رو توصیه بکنیم، برش فعالیت بکنیم از بین رفته.
ببینید مسئله مهمی که وجود داره اینه که این لحاظ نکردن این تفاوت ها و این تمایز ها و یک کاسته کردن اونها در واقع یک نگاه حقوقیه و نه حقیقی، و این نگاه حقوقی بحث خشونت پرهیزی رو و بحث عدم خشونت رو به یک سری از فرامین و دستورات اخلاقی و دینی فرو میکاهه که در موقعیت های انضمامی و عینی که افراد با خشونت در خیابان در هر جای دیگه مواجه میشن این فرامین اخلاقی و شبه دینی رو فراموش میکنن. مسئله اصلی من اینه که در بررسی های امروزمون در مورد اتفاقاتی که در خاورمیانه میفته، در ایران میفته، ببینید یه مسئله مهمی که الان ایجاد شده اینی که بعد از این دو سالی که مردم در خیابان‌ها اومدن و کتک خوردن و نتونستن به قول معروف اعتراضات مدنی داشته باشن، این قضیه داره تقویت میشه که یک سری الان رفتن دنبال این که تبلیغ خشونت میکنن. این واقعا خطرناکه. این راه حل مواجهه با این اینه که ما خود مفهوم خشونت رو سعی بکنیم دوباره بشناسیم، دوباره بررسی بکنیم. من نکته‌ای که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم که فکر میکنم این مسئله کمک میکنه برای اینکه جامعه ما به واقع خشونت پرهیزی رو به صورت کنشی انجام بده اینه که رابطه بین خشونت و قدرت. ببین ماهیت خشونت همیشه با قدرت پیوند خورده. خشونت هیچی نیست جز یکی از ابزارهای قدرت، و منظورم از قدرت هم نظام سلطه است. من نقدی که دارم اینه که ما باید بحثمون رو از خشونت شروع نکنیم، بحثمون رو باید از نظام سلطه و قدرت شروع بکنیم. ببین به عنوان مثال خشونت بر علیه زنان به عنوان مثال وجود داره. این خشونت بر علیه زنان ریشه داره از یک نظام سلطه‌ای به نام مردسالاری. راه حل زدودن خشونت بر علیه زنان اقدام بر علیه مردسالاریه و نظام سلطه است. تا ابد هم به توصیه بکنیم که بر علیه زنان خشونت نکنید هیچ اتفاقی نمیفته، موقعی اتفاق اصلی میفته، موقعی اتفاق مورد توجه میفته که این نظام مردسالاری تضعیف بشه، تخریب بشه و فرو بریزه. خب این رابطه خشونت و آقای بزرگیان اجازه بدید واکنش آقای جهانبگلو رو بشنویم به صحبت شما. چندین نکته رو آقای بزرگیان مطرح کردن، اگه دوست دارید پاسخ بدید بعد من یه سوالی رو در پیمون با شما در می خواهم گذاشت. آقای دکتر بفرمایید. بله، من فکر میکنم که ایشون روی یک موضوع مهمی انگشت گذاشتن و اون این بودش که خشونت به طور کلی ابزار سلطه است و ارزش‌های خودش رو داره. من در حقیقت بحثم اینجاست که در جنبش‌های مدنی مختلف از جمله ایران مسئله مهمی نیست که کسانی که فعالین مدنی باید دستور زبان خودشونو داشته باشن، باید زبان خودشونو داشته باشن که در مقابل زبان خشونت زبان جدید خشونتی رو استفاده نکنن. اگر حکومت میاد و میگه که ما میخوایم تظاهرات نفرت بذاریم، ما باید بیایم تظاهرات عشق بذاریم. اگه میاد میگه ما میخوایم یک سایت به نام محاکمه.com ایجاد بکنیم، به نظر من ما باید بیایم یک سایت به نام عشق.com ایجاد بکنیم. میدونی یعنی موضوع اینجاست که شما چگونه با ارزش‌های خودتون این کارو می‌کنید. و خوشبختانه من می‌بینم که جنبش سبز تو فعالیت‌هایی که می‌کنه و حرفایی که می‌زنه به این مسئله خیلی واقف هستش. آقای دکتر این نکته که برشک در این خبر در فاصله 24 آقای بزرگ بفهمید. مسئله اینه که مسئله اصلی اینه که بین خشونت مردم، خشونتی که واکنشیه، و خشونت دولت باید تمایز بذاریم. این دوتا رو چنانچه یکی بکنیم و اسم هر دوتا اینا رو خشونت بذاریم، در مرور زمان مردم وقتی میبینن که عکس العمل طبیعیشون به کسی که داره اونا رو کتک میزنه با عکس العمل با کنش از پیش برنامه‌ریزی دولت برای کتک زدنشون یکی نام گذاشته میشه و یکی میشه، در واقع این پروژه عدم خشونت رو رها میکنن و ول میکنن. نکته اصلی به نظر من اینه که ما باید این تمایز رو بین خشونت مردم
خشونت برخواسته از آنتاگونیسم جامعه، خشونت برخواسته از وضعیتی که انضمامی افراد جامعه با خشونت از پیش برنامه‌ریزی شده دولتی جدا بکنیم، تا بعد بتونیم خشونت رو به واقع نقد بکنیم. به واقع نقد بکنیم هم به این معنا که ریشه های خشونت رو در قدرت بجوییم و با نقد قدرت و با تخریب ساختار قدرت در واقع خشونت رو از بین ببریم. آقای دکتر جهانبگلو، اگر نکته باز دارید در ارتباط با تفاوت تمایز قائل شدن بین انواع خشونت، نکته‌ای که آقای بزرگیان بهش اشاره میکنن میشنویم. و نکته‌ای که من میخوام سوال بکنم در مورد ویراست دوم منشور جنبش سبز هست. یک فراز خیلی مهمی هست در کنار مسائلی که به حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و زنان و کارگران بهش پرداخته شده، که در واقع این رو تلاش کردن روزآمد بکنن این منشور جنبش سبز رو، اشاره شده که توسل به روش‌های غیر خشونت‌آمیز به معنای تسلیم یا کرنش در برابر ظلم و یا سکوت در برابر آن نیست، بلکه به معنای توانایی مبارزه و اعتراض بر مبنای حرمت انسان و شخصیت والای اوست. فکر میکنید این نشانه است برای اینکه دست در واقع معترضان رو باز بگذارن برای پیرویافتن یا انتخاب راه‌های مقابله با ماشین سرکوب؟ نه خیر، من فکر میکنم که اتفاقا خیلی دقیق این منشور، به خاطر اینکه این منشور به چند نکته خیلی خوب توجه میکنه که به نوعی یه پاسخی به صحبت‌های آقای بزرگنیان هستش، به خاطر اینکه میگه اولا در مورد احترام به کرامت انسانی صحبت میکنه، در مورد قانونگرایی و احترام به قانون صحبت میکنه، ولی ضمناً داره در مورد این صحبت میکنه که قانونی که ظلم به خودش میاره چگونه باید باش مبارزه کرد و اون مبارزه چگونه باید خشونت پرهیز باشه. ضمناً داره تاکید میکنه روی موضوع که این خشونت پرهیزی به معنای این نیستش که ما سرمون رو در مقابل هر ظلمی فرود بیاریم و وحشت داشته باشیم از اینکه مبارزه بکنیم، بلکه باید با این مبارزمون ادامه بدیم. من فکر میکنم که این نکات خیلی مهمه. ضمناً یک مسئله که خیلی مهم هستش این است که ما متوجه این موضوع باشیم که وقتی که ما داریم در مورد یک جنبش مدنی در هر جای دنیا به ویژه در کشور خودمون صحبت میکنیم، ما داریم درباره آینده مملکتمون هم فکر میکنیم. اگر یک جنبشی عادت به خشونت بکنه و عادت بکنه که و بگه که خیلی خب من از راه خشونت میخوام وارد بشم و اینا رو یواش یواش به این مسئله عادت بکنه و اینو به همونطور که گفتم به صورت دستور زبان خودش در بیاره، آیندهش به طرف اون آشتی ملی نمیتونه بره، به طرف دموکراسی نمیتونه بره. همونطور که ما اینو در انقلاب 1357-58 دیدیم که ابتدا یک جنبش خشونت پرهیز بود و کم کم این زبان خشونت رو برای خودش ایجاد کرد و بالاخره تبدیل به یک حکومت خشونت شد. این در همه جا هست. جنبش‌های دموکراتیک خیلی سریع میتونن تبدیل به جنبش‌های خشونت بشن و خشونت آمیز بشن. باید روش کار کرد. من فکر میکنم که در فعالان مدنی احتیاج دارن در آن واحد که دارن مبارزه در حقیقت با یک استراتژی خشونت پرهیز کار میکنن، با فکر خشونت پرهیزی هم آشنا بشن و اونو مرتب استفاده کنن، برای اینکه اگر چنین نباشه در حقیقت زبان و کلام و میشه گفت گفتمان حاکمان رو دارن تکرار میکنن و به نوعی میخوان با شمشیرهای بلند به بلندتر به مبارزه شمشیرهای بلند حاکمیت برن. یعنی شما فکر میکنید آقای دکتر که این حرکت به سوی بدنه جنبش نیست، این در واقع اصلاحی که در این منشور انجام شده؟ من فکر میکنم که این اصلاحی که انجام شده در حقیقت اینو نمیگه که باید ما استفاده بکنیم از خشونت، داره به در حقیقت میگه که اگر خشونتی هم داره به ما اعمال میشه، ما باید به این توجه داشته باشیم که چگونه در زمینی که با ظلم داریم مبارزه میکنیم ضمناً برای خودمون یه مشروعیت اخلاقی هم ایجاد کنیم. ببینیم، من یه موضوع رو دوست دارم اینجا بگم که آقای بزرگنیا هم نگفتن و اونی نیست که حکومت‌هایی که خشونت استفاده میکنن به خاطر عدم مشروعیتشونه. اصولاً هر فردی،
هر دستگاهی، هر سازمانی، هر حکومتی اگر مشروعیت اخلاقی، مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی داشته باشه احتیاج نداره خشونت اعمال بکنه. زمانی که شما دیگه نمیتونین در یک برهان و یک منطق گفتگویی قرار بگیرین و حرفتون دیگه بردی نداره، اونجا هستش که دست به خشونت میزنین و اونجا هستش که شما حتی دروغگویی میکنید، یعنی میایین به مردمتون علنا دروغ میگید و میگید که ما مثلا طرفداران شما هستیم، یا حتی به خودتون عزه میدیم برای کشورهای دیگه مثل لیبی، مثل مصر، مثل تونس بیاین و تعیین تکلیف بکنید. من میگم ما در حقیقت یعنی جنبش مدنی ایران مشروعیت خودشو از نظر اخلاقی و از نظر سیاسی در این برهان خشونت پرهیزش پیدا میکنه که الان مهمترین چیزه. آیه بزرگیان بشنویم صحبت شما را، اگر نکته دارید به ویژه در مورد این ویراست دوم منشور جنبش سبز. بله کاملا من با آقای دکتر موافقم. بحث سر اینه که هر کسی از جانب مردم این جمله رو بگه و اینو تبلیغ کنه و فعالیت بکنه که بریم از خشونت استفاده بکنیم، در واقع میخواد یه جور جنبش اجتماعی رو نابود بکنه، در این شکی نیست. ببینید خشونت برنامه‌ریزی شده، خشونت کنشی یا خشونت دولتی یک کاریه که دولت انجام میده و دولت مدام برای خشونت بیشتر برنامه‌ریزی میکنه. مردم در جوامع جدید یه جوری، این نکته‌ای که مهمه اینه، مردم در جوامع جدید به دولت چسبیدن، با دولت در هم تنیده شدن، حتی مردمی که الان در خیابان‌ها معترضن به دولت. وجه این در هم تنیدگی بین مردم و دولت چنانه که لحظات خیلی کمی پیش میاد که مردم بتونن خودشونو به عنوان یک کل مجزا از دولت بشناسن و تعریف بکنن. این لحظات، لحظات جنبش‌های اجتماعیه. تنها جایی که مردم خودشون میتونن از دولت مجزا بکنن در همین مفهوم خشونته. دولت کسیه یا جاییه یا چیزیه که ابزار خشونت رو داره و برای اینکه زنده بمونه نیازمند استفاده از خشونته. اما مردم کیان؟ مردم کسایی هستن که ابزار خشونت ندارن و هیچ نیازی هم به خشونت ندارن. کسانی که تبلیغ میکنن که مردم از خشونت از پیش برنامه‌ریزی شده استفاده باید بکنن، دیدیم تو سایت ها و شنیدیم کوکتل مولوتوف ببرن، با خودشون چاقو ببرن، اینا در واقع میخوان مردم رو شبیه به دولت بکنن و مردم رو به یک معنا از بین ببرن. در واقع میخوان، در واقع کنش نتیجه ناخواسته این کار اینه که مردم رو هرچی بیشتر شبیه به دولت بکنن، چون از ابزار دولت استفاده میکنن و در واقع مردم رو از بین ببرن و تغییر رو از بین ببرن. نکته مهم اینه، نکته اساسی توی مسئله راهپیمایی و اعتراضات خیابانی و اینا اینه که ما در میدان جنبش سبز، در میدانی که ساخته دستاورد و موفقیت داشته، میدان اعتراضات مدنی، میدان نمادها، سمبولها، میدان شعرها، میدان سرودها، میدان تو این میدانه که ما دستاورد داشتیم. اگر میدان عوض بشه، میدان یه چیز دیگه بشه و میدانی بشه که پیروزی در اون به ازای قربانی گرفتن از دیگری در طرف مقابل باشه، یعنی اگه ما بریم به سمت ساختن این میدان، شک نکنید که جنبش سبز در این میدان بازنده است، چون ابزار خشونت دست دولته، چون ابزار خشونت دست حاکمه. و حفاظت به نظر من بله. از جنبش سبز هیچ معنایی نداره غیر از باز تولید نکردن خشونت از پیش برنامه ریزی شده و کنشی دولت. ما با خشونت از پیش برنامه‌ریزی شده باید به جد مخالفت بکنیم، در این حالی که خشونت واکنشی یا خشونت که از حیوانیت انسان در میاد رو بله. باید دقیقاً بشناسیم، بهش فکر بکنیم و در موردش حرف بزنیم. خب ببینیم در ایران به شیوه اعتراضات چگونه نگاه میشه. همکارم احمد باطبی گفتگوی داشته با رضا فعال مدنی در ایران. جنبش سبز چیزی که موضوع
نشون به جنبش سبز الان ما یک روند خطی رو نداریم که یک شروع و پایان خاصی داشته باشه، بلکه پیوسته این جریان تغییر داده خودش رو، بدنه این جریان. یعنی مردم که 25 خرداد اومدن بیرون با مردم الان طبیعتا قابل مقایسه هستن، چون ذهنیت قابل مقایسه نیست، تغییر کرده تمام شرایط. ذهنیت الان رو من میخوام خیلی دیگه سریع عرض کنم، آماده میبینم برای تظاهرات خیابانی صلح‌آمیز با حداقل قضیه قرارداد دفاع از سازماندهی نوع مصریش نیست، به خاطر اینکه سیستم سرکوب در ایران خیلی اپتیمایزتر، خیلی پیشرفته تر از مصر در عمل میکنه. به نظرم باید دوستانی که دارن تصمیم سازی میکنن در این جریان یکتر هم بیشتر از منشورهاشون به بدنه جنبش توجه کنن و خواسته های اونها، چون این کلیدی ترین عنصر هست در سازماندهی و ارگنایز کردن یه تظاهرات. وقتی بدن با تو موافق نباشه طبعا خیابون هم نخواهد اومد و زمانی تو میتونی اهدافت رو طرح کنی که این بدن رو در خیابان یا در حالا به هر نحوی در چرخه اعتراض درگیر کنی، اون وقت چه رو بال این به عنوان عنصر سیاسی سوار بشی و اون وقت هم که سوار شدی اتفاقا باید حرف اینا رو تکرار کنی، چون اگر نکنی رابطه انتقادی رو خودت پیدا میکنه. بعد در باید اتفاقات خب شیوه سازماندهی خیلی شبکه‌های مجازی مؤثر بودن از جمله فیسبوک و این یه دلیلش به خاطر اینه که این شبکه‌ها ذاتاً قدرت شبکه سازی رو دارن، شبکه‌های اجتماعی هم خودشون. دوم هم اینه که ابزار اطلاع‌رسانی دیگر ما خیلی محدود شده و در این شرایط خب اگر این چرخه تصمیم سازی بین نیروهایی که تصمیم گیرنده و این شبکه‌ها و خود مردم تصویر بشه، خیلی همچین مجموعه خیلی قدرتمندی میتونه به وجود بیاد که کارهای خیلی مثبتی هم در این انجام. آقای دکتر، صحبت رضا رو شنیدید از ایران، نکات مهمی رو اشاره میکنه. من دوست دارم در واقع اینو توی یک زمینه وسیع‌تر ببینیم. وقتی به روند جنبش‌های خشونت پریس های حدود 60-70 سال گذشته نگاه میکنیم، میزان موفقیت در طول یک دهه گذشته یا دو دهه گذشته بیشتر شده نسبت به حداقل دهه 40-50 و 60. علت چیست و فکر میکنید آیا این روند قابل تداوم هست با توجه به روش‌های مقابله که حکومت‌ها در دست دارن؟ بله، من فکر میکنم که قابل تداوم هست و علت اصلیش افول ایدولوژی ها، ایدولوژی هایی که ما در قرن بیستم داشتیم که در مبنای میشه گفت انقلاب های قرن بیستم و نظام های توتالیتر قرن بیستم قرار گرفتن. خب اون ایدولوژی ها از بین رفتن و به نوعی چیزی که باقی مونده برای جنبش های مدنی میشه گفتش که راه ها و منش هایی هستش که بیشتر هم تست خودشونو دادن و آزمون خودشونو دادن و اون در حقیقت ما میبینیم که در 5 دهه اخیر ما جنبش لوترکینگ رو داشتیم، ما در فیلیپین، لهستان، الان در برمه آنگ سان سو چی رو داریم، در مقابل چین دالای لاما رو داریم، ماندلا رو داشتیم در آفریقای جنوبی. بنابراین در تمام این کشورها ما میبینیم که جنبش های مدنی به جای اینکه برن به طرف اینکه همون خشونتی که دولت اعمال میکنن رو اعمال بکنن، رفتن به طرف این که هم استراتژی عدم خشونت بتونن در حقیقت به راهکار بذارن، همین که برای خودشون یه روش و منش جدیدی رو انتخاب بکنن. و اون روش و منش، من اینجا میخوام یه نکته رو بگم، این نیست که در حقیقت به خاطر ترس و به خاطر اینکه نمیتونن ابزار خشونت استفاده بکنن نیست، بلکه یک انتخاب اخلاقی و یک انتخاب استراتژیک سیاسی هستش که شما منش خشونت پرهیز رو انتخاب میکنین و شما سعی میکنین که شعارهای مرگ بر ندین، شما سعی میکنین بله. که در حقیقت نگید که میکشم هر که برادرم کش، بلکه سعی میکنین که به طرف یک بله. چیز در حقیقت یک روش سازنده تر برید. تشکر میکنم از شما آقای دکتر رامین جهانبگلو و آقای امین بزرگیان برای شرکت در این برنامه افق. از هر دو شما سپاسگزارم. با فیسبوک و بلاگ برنامه همراه باشید. پاسخ پرسش دیروز رو سعید نوشته، پرسش این بود که آیا با توجه به بودجه سال 1390 دولت احمدی نژاد تلاش خواهد کرد که قیمت حامل های انرژی رو افزایش بده؟ سعید نوشته خیر، احمدی نژاد سعی میکنه تا در کمترین حد در کانون توجه مردم باشد و این امر از پس از 25 بهمن به وضوح دیده شود. خب مهمانان برنامه فردا آقایان دکتر آرش نراقی و کشیش منصور برجی هستن. موضوع برنامه ارتداد. تا فردا و افقی دیگر.
ساعت 8:15 به وقت تهران از دوشنبه تا پنجشنبه به افق نگاه کنید. افق بر روی وبسایت صدای آمریکا و فیسبوک قابل مشاهده است. برای پیوستن به فیسبوک افق و آگاهی از موضوعات برنامه و مهمانان پیش از دیدن برنامه بر روی لایک کلیک کنید. اگر می‌خواهید پاسخ شما به پرسش برنامه روی تخت سیاه افق منعکس شود، به فیسبوک افق بروید یا ایمیل بزنید. در وبلاگ افق خواندنی‌های بسیاری خواهید یافت. آرشیو افق در یوتیوب در دو نشانی قابل مشاهده است. به افق نگاه کنید.